زنده، بسیار خوشحالم که در این روز آفتابی وودلند هیلز از طریق شبکه جهانی اندیشه با شما هستم. از منطقه سان فرانسیسکو که می اومدم بارش باران بسیار شدید بود و بالاخره بعد از یک ساعت که به این منطقه رسیدیم به جای اون باران خورشید میتابید و چه گرمای خوبی در این آغاز زمستان. اجازه فرمایید که امروز خدمتتون عرض کنم مهمان گرانقدر من تا که تا دقایقی دیگر گفتگو رو با ایشون آغاز میکنم همان مهمان ارجمندی است که معروف حضور همتون هست و منتظر این برنامه بودید، در طول هفته تلفن کردید و امروز قبل از شروع برنامه چندین تلفن داشتیم. بله، آقای بهرام مشیری با ما خواهند بود و با ایشون درباره تاریخ تشیع قسمت دومش صحبت خواهم کرد. اینکه برنامه امروز به پایان خودش میرسه در زمینه مسئله تشیع یا نه، این رو من نمیدونم، بسته به اینکه آقای مشیری ما رو تا کجاها جلو ببرن در این زمینه، ولی مطمئن هستم که اون چه که ایشون خواهند گفت برای همه شما بینندگان ارجمند قابل توجه و در خور اعتنا هست. اجازه دید برسون برسونم که طبق آخرین گزارش منتشر شده، آمارهای رسمی در ایران 60% از مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. خط فقر، خط فقر واقعی عبارت است از 1,500,000 تومان درآمد در ماه و که این شامل پوشش هزینه های اساسی خانوارها یعنی درمان، پوشاک و آموزش می شود. بنابراین کشوری که امروز حزب الله لبنان رو بهش رسیده، جنوب لبنان رو آباد کرده، در سوریه در همدست بشار اسد هست در کشتار مردم، به هر حال افتخاراتش هم این هست، باید مفتخر باشه که کنار کاخهای بزرگ رهبران سیاسی ایران 60% مردم ایران زندگی می کنند که دل مشغول نان شبشون هستند. اعتصابهای کارگری در کشور ما وجود داره، رژیم سعی میکنه اینها رو نادیده بگیره. این اعتصابها اغلب خواستهای صنفی دارن که با تحقق اونها مخالفت آشکار میشه و اگر بیادتون باشه انقلاب سال 1357 ایران هم زمانی به طور جدی پایه و مایه گرفت، نه اینکه در خبده شهریور در میدان ژاله عده‌ای کشته شدند، خیر، از اونجایی که اعتصاب‌های صنفی آغاز شد با خواست‌های صنفی. این اعتصاب‌ها امروز در ایران روز به روز در حال گسترش است. و یک خبر در رابطه با مسئله حقوق بشر، یک آقای رضا شهابی کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی برای بار سوم از روز دوشنبه 27 ماه آذر دست به اعتصاب قضا زده. او رو میبرن به بیمارستان. قبل از این اعتصاب قضا به علت ناراحتی‌های شدیدی که داره و دکتر در اونجا تجویز میکنه که از این باید عکس برداری بشه، دارو بهش تجویز بشه، تزریق بشه، اما پاسدار، توجه کنید، پاسدار همراهش از زندان با این هم مخالفت میکنه و او رو با حرفهای رکیک، توهین و تحقیر برمیگردونن به زندان و رضا شهابی، این کارگر شریف شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، راهی جز این نمیبینه که دست به اعتصاب قضا بزنه. حال رضا شهابی وخیمه و امیدوارم که همه کسانی که در زمینه حقوق بشر فعال هستند بتوانند در این زمینه رضا شهابی رو یاد در واقع یاوری و یاری بکنند. اما در کنار همه این خبرهای بعد، یکی از پایمردان دفاع از آزادی در ایران، آقای حشمت الله تبرزدی، بعد از مدت طولانی برای چند روز توانسته که از زندان به خانه خودش بیاد. اگر ممکنه تصویر آقای حشمت الله تبرزدی رو روی صحنه داشته باشیم. حشمت الله تبرزدی شخصیت برجسته است که در برابر رژیم جمهوری اسلامی ایران وانداده، ایستاده پایمردانه و علارغم داشتن خانواده و فرزندان متعدد، زندان رو بر زندگی خفتبار در آزادی ترجیح داده.
امیدوارم هر چه زودتر حشمت الله تبرزدی آزاد بشه و بتواند به سر خونه و زندگی خودش برگرده. مبارزه علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی جزء دی ان ای خون این مبارز هست. اون رو آرزو نمی کنم که کنار بگذاره، چون اگر هم بخواد نمیتونه کنار بگذاره. اما کارهایی که افرادی مثل تبرزدی کردن، شما امروز ثمرش رو در دانشگاه‌های ایران می‌بینید. می‌بینید که یک تخم آزادی و مبارزه با این سیستم در داخل سیستم بر مبنای ارزش‌های خود سیستم گذاشته شده. شما رو می‌برم به یک جلسه دانشگاهی و ببینید که چجوری دانشجوها با شجاعت تمام نقطه نظرهای خودشون رو عنوان می‌کنن، حتی معتقدن اگر مخالف نظام باشن و دست به اسلحه نبرده باشن، حق دارن که نظرات خودشون رو بیان بکنن. همه اونهایی که فکر میکنن در ایران سرکوب پیروز شده، بسی اشتباه میکنن. ممکنه راه کوتاهی در پیش نداشته باشیم، اما راه پیمودنی رو داریم، چرا که نیروی جوانان ایران و نسل آینده ایران به پا خواسته و به هر قیمتی به این راه پر نشیب و فراز ادامه میده. خانم ها، آقای بهرام مشیری، خیلی خوش آمدید. درود بر شما، درود بر هموطنان گرامی، بینندگان برنامه شما. آقای فروزند، حالتون چطوره؟ من خوبم. وقتی این جلوه ها رو میبینم، درسته که اینا از ما الهام نمیگیرن، ولی من حس میکنم که یک ارتباط نامرئی بین ماها برقراره. بله، حتما همینجوره. داد و دهش داریم با هم دیگه. بله. و بیشتر وظیفه ما سنگین میشه در اینجا که به جای این که فرض کنید آلترناتیو بسازیم، برای خودمون رهبر درست کنیم و غیره و غیره، به همین مبارزه فرهنگی تقویت کنیم. بله. و نشت دادن این مبارزه فرهنگی. بله. که خریدارش این جوانان. بله. من و شما رو خیلی اونایی که دنبال شادی هستن در زندگیشون نمیخوان. بله. ولی اونایی که دنبال شک در باورها هستن، اونا مشتری های ما هستن، نیست این تو؟ بله، همیشه. به همیشه هر آدم عاقلی دچار شک هست. و اجازه بدید اول عنوان مطلب. بله، بفرمایید. امروز در ادامه برنامه با جناب مشیری قسمت دوم تاریخ تشیع رو بررسی می‌کنیم. در قسمت اول آقای مشیری به مبانی پیدایش تشیع پرداختند و امروز قرار است در ادامش بپردازیم به اینکه در دوره آغاز اسلام مناسبات پیغمبر و خلفای راشدین از بر چه اساس بوده است، فرقه هایی که در آغاز اسلام پیدا شدن کدامین بودند، اهل بیت چی هست، امامت کدام است، امامت انتخابی، امامت موروثی کدام است، چه حوادثی سبب شد که تشیع از یک عقیده سیاسی تبدیل به یک فرقه و مذهب بشود، و بالاخره میرسیم به این که نقش ایرانیان در تاریخ تشیع چی بوده، دلایل ریشه دواندن عمیق تشیع در ایران چه بوده است، و اینکه چگونه میشود در ایران از دست تشیع بدون اینکه اونو انکار کنیم خلاص بشیم و بتونیم آینده‌ای هماهنگ توأم با یک نوع انتگراسیون فرهنگی در داخل جامعه رو برای جامعه خودمون پدید بیاریم. ما در خدمتیم. بله، بله، مقدمه خیلی خوب فرمودید. اجازه بدید آقای فروزنده، این سخن یا برداشت خطا همیشه بوده و من هم سعی کردم به کرات و مرات توضیح بدیم که آقا ما با قضیه دین فی حد ذات ما این مشکلی نداریم. یعنی که شما در هر کشوری، هر مملکتی و هر تاریخی یک عده عقاید و ادیان بودن و هستن، و بعد از دوران در واقع آغاز مدرنیته بر اون شدن که این ادیان محترم هستن به جهت اینکه جز حقوق انسان محسوب هستن، یعنی آزادی عقیده و بیان که اساس مدرنیته هست رو پذیرفتن. بنابراین ما بنده شخصا هیچ مشکلی با هیچ گونه دینی ندارم. یعنی اینکه هر سبت که لازمه جامعه است در واقع تنوع و تلون در عقیده، این یک مطلب خیلی واضحه است. اما بنده با اسلامیسم مشکل دارم آقای فروزنده. بنده با اسلامیسم دیگه دین نیست. نه خیر، دیگه همین نیست که ملازم فرمایید.
این یعنی دین در حکومت مشکل دارم. البته این هست که اون چه ما میگوییم اینجا و گفتیم در برنامه های دیگر در این راستاست، نه اینکه ما ذات دین رو بخوایم نفی کنیم. گرچه بر اسلام و سایر ادیان ایرادها هست، حالا به لحاظ منطقی ما میتونیم در باب اینا صحبت کنیم و نقد کنیم، اما مخالفت و خصومت مطلق. مثلا عرض میکنم در این داستان، فرض کنید که اسلام، شما به تعلیماتش نگاه کنید اینها، و مسیحیت، نخستین زیانی که وارد میکنه به عقل استدلالی است. یعنی شما وقتی که زیاده از حد در کار دین وارد شدید، صدمات غیر قابل جبران به عقل استدلالی و تولید عاقل نمیکنه جامعه، کما اینکه مسیحیت در طول 1000 سال یک عاقل تولید نکرد. تاریخ اسلام نزدیک 900 سال است یا 800 سال است که یک عاقل تولید نکرده. به جهت این، وقتی شما پذیرفتید حوادث بدون اطلاع، یعنی بدون علت به وقوع پیونده، یا شما می توانید بدون اینکه کاری کرده باشید چیزی به دست بیارید، یعنی این رابطه علت و معلول یا کازالیتی که بنیاد جهان هستی هست، اون باطل میشه و در واقع همه چیز منطق به هم بریزه، این یک زیان خیلی مهمی است که ذهن شخص وارد میشه و بسیار بلیه ها در پی دارد. این یکی است. دو، دیگرون که در این اسلام عزیز در واقع انسان نسبت به انسان دارای هیچ وظیفه ای نیست، انسان از خدا آمده و او برمیگردد و در مقابل خدا مسئول است، نه در مقابل کسی. بنابراین هر چه انسان مؤمن تر بشود، ممکن است که بی وجدان تر و بی رحم تر هم بشود، به جهت اینکه عرض شود که تعهدش نسبت به انسان رفته رفته دوچار ضعف میشه. و در نهج البلاغه است که مولای متقیان حضرت علی میفرماید که ما یقه برادران خود رو میگرفتیم و سر اینها رو میبریدیم و خوشحالم بودیم، به جهت اینکه جهت قرب به حق حرکت میکنه مؤمن. این است که ممکن است که در این راستا ایمان بیش از حد که عرض کردم ایمان بسیار پدیده خطرناکی است، در واقع این بیرحمی دینی و تعهد به خدا رو جانشین وجدان انسانی بکنه. در واقع میخوام عرض کنم که جوامع بشری، قارنشین ها، نمیدونم پیش از قارنشین ها، بعد از دوران نمیدونم چوپانی و غیره و ذالک، اینها در همه اینها حتما کرامت خوب بوده، حتما بخشش و بزرگواری خوب بوده، حتما دزدی چیز بدی بوده. اینا این ادیان آمدن برای تقویت مبانی اخلاق، جز این چیز دیگری از اینها بیرون نیامده. یعنی همه اینها رو روی هم کنیم، یه قرص آسپرین از اینها برای بشریت تولید نشده، متاسفانه تبدیل شد به ضد اخلاق. یعنی وقتی که شما آمدید و یک آینی به میان انداختید و گفتید هر که از ماست از ماست، هر که از ما نیست بر ماست، این یک فاشیسم بسیار بسیار خطرناکی است که ما در طول این 1300-1400 سال اسلام میبینیم که از ابتدا با زور و تحمیل آغاز شده متاسفانه و تخریب در واقع عبادتگاه دیگران. بنابراین اینا ایرادهای اسلام هست. اما عرض میکنم که ما بایستی سرانجام به یک سیستمی برسیم که جهان متمدن رسیده و مردم اینا لایقون هستن، و هیچ کس متصور این نبود که در قرن 20 و 21 اواخر قرن 21 یک صنفی از اصناف جامعه که هیچ گونه در واقع سابقه ای و ملت هرگز انتظار چنین چیزی نداشت و این انقلاب هرگز برای عرض بکنم آخوندهای رافضی نبود، بیاید و بنشیند و خودش تحمیل بکنه و چنین استبداد خونینی انجام بده که عقل متحیر است. بنابراین برمیگردیم سر موضوع سخن، و اون این که تنها طریق نجات این هست که درست مثل این است. آقای فروزنده، شما مهمان دعوت کنید، روی میز به جای غذا یک مش اسلحه گذاشتین، چند تا هفتیر و کارد و چاقو، غذاها رو که زحمت کشیدین تهیه کردین در کلازت بگذارین. یعنی چی جای خودش نیست در مملکت ما. اگر دین بر جای خود بنشیند، اول فتنه محترم است، بارها عرض کردم که دین در آمریکا بسیار محترمه، مردم آمریکا بسیار مردم دینی هستن و یک چیزی بیشتر از 10% درآمد خود رو به کلیسا میدن، این بسیار زیباست.
و بارها بنده عرض کردم که در واقع اون چه سکولاریسم گفته میشه در آمریکا تعبیرش محترم داشتن دین و پاک داشتن دین هست. بنابراین این آقایان، این داستان ابو عبدالله الحسن که در این مملکت ما از 400-500 سال پیش به طور گستره بشد و یه احترامی این روحانیت تشیع داشت و گاهی هم به درد مردم خورده بود، این دستگاه به طور کل یک دستگاه جنایتکاری شده که هیچ گونه احترامی نداره و من آینده‌ای براش نمیبینم. یعنی این آخوندها گفت این مگس حضرت سیمور نجولانگه توس، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. با این حکومت پست خونخواره فاسد چه کاری رو قرار بود که اینو به انجام برسونن؟ برای تاریخ ایران قرار بود چه بکنن؟ تنها کاری که انجام دادن همین در واقع چهره خونین ایران زمین هست و مردم آزرده ایران و این که این عرض میکنم که دستگاه ابو عبدالله الحسین فکر نمیکنم در آینده آینده‌ای داشته باشه. و بارها عرض کردم که این آخوندهای این دوره حق آخوندهای آینده رو خوردن. در واقع مقصود این که این سازمان دین که دارای یک اعتباری بود بی اعتبار شده و ما چاره ای ندارد این ملت جز این که این دین رو کاملا از حکومت جدا بکند و حکومت کار اهل دین نیست. این مقدمه بود که خواستم خدمتتون بگم. حالا خدمت شما هستم. در مقدمه که فرمودید توش یکی دو تا سوال برای من هست. قبل از بحث مطلب برسیم، فرمودید که انسان هر چه مؤمن تر بشود احتمال داره که بی‌رحم‌تر بشه، بی‌وجدان‌تر و بی‌رحم‌تر بشه. درسته. و فرمودید که ایمان پدیده خطرناکی، بسیار خطرناکی. بله. در مورد خطر ایمان یه مقدار بیشتر توضیح بدید. بله بله، حتما خدمتتون توضیح میدم. ببینید، ایمان یعنی که شما عقل رو تعطیل میکنید. خب در مذهب اصلا عقل رو باید تعطیل کنید. درجات ایمان متفاوته. شما میتونید نمازی هم بخونید اما عقل رو تعطیل نکنید. اما هر چه درجات ایمان شما بالاتر بره، میزان تعطیل عقل بیشتر میشه تا جایی که شما کاملا وابستگی دارید و در خدمت ایمان هستید. ممکن سر برادرتون رو میبرید، به خواهرتون ممکن تجاوز کنید، خیلی کار وحشتناک. یعنی مؤمنین کردن. ایمان بسیار بسیار چیز خطر. اون چه زیباست تفکر و تعقل هست و اختیار یه انسان بتواند عقیدش رو عوض بکند اگر دید به راه خطا رفته، این اجازه رو داشته باشه. اما مؤمن، حالا چه مؤمن مارکسیست تصور نکنید، بله مؤمن، چه مؤمن مؤمن اسلامیست، این خطرناکترین جانوری ممکن است بشه که در روی کره زمین هست. این چیزایی که ما شنیده ایم، بنده عکس 20 هزار جوان ایرانی رو دیدم که نایده بودم، از 10 ساله، دخترای 10 ساله، 12 ساله، این برادران مؤمن ما بردن اینا رو تجاوز کردن و تیرباران کردن و گروهی اجساد رو آمدن ریختن در همون سال 61 به بعد و اطلاع دادن که آقا ما یه در کشتیم، بیان ببینی پدر مادر اینا کی هستن. بنابراین عرض من این هست که ایمان بسیار، سالهاست من این مطلب رو عرض کردم خدمتتون که ایمان بسیار بسیار پلیده خطرناکی است و میتونه روز به روز خطرناکتر بشه. ما باید انسان باید شجاع باشه، عاقل و خردمند باشه و در خدمت جامعه و مردم باشه. یه سوال جانم بفرمایید. خودتون مطرح کردید، نمیدونم اینجوری از کناش بگذرم. شما بفرمایید هر چی دوست دارید. آدم مؤمن، بله، آدم ایمان، آدم معتقد به دین، بله، اصلا میتونه خردمند باشه؟ آدم معتقد دین با خرد جور در نمیاد. نه نه، اجازه بدید. بله بله، اینا یه قضیه خیلی مشکلی است، قضیه نظری است. بله درست بفرمایید. یعنی کسی که جایی که دین میآید، دین میخواهد که شما عقل رو تعطیل کنید، استعفا بدید از عقل. بله بله، یعنی در واقع هیچ کدوم از این پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم نیامدند به مردم بگویند که این سخن ماست، میخواهید بپذیرید، میخواهید نپذیرید. درسته. پشت سیخ و سنبه و چاقو و اینا بوده دیگه، به زور بوده. در واقع اسلام به خصوص تنها کسی که من میشناسم که استدلال میکرده و در واقع پشت سخنش خشونتی نبوده و خرد بوده، زرتشت بوده. آش و زرتشت خودمان بوده. بماند. بنابراین حرفتون درسته. شما هر چه در واقع اونجایی که عقل گسترش پیدا میکنه، دین کاستی میگیره، ایمان مذهبی کاستی میگیره. حالا این عقل در واقع علمی هست یا خرد جمعی هست، بدین جهت هم بوده است که
فرض بفرمایید که وقتی معتزله آمدن که در بابشون سخن خواهیم گفت و فیلسوفان پیدا شدن، دستگاه خلافت به وحشت افتاد. وقتی که علم گسترش پیدا کرد و آدم های مثل ابن سینا پیدا شدن و خیام نیشابوری و عرض میکنن بیرون اینها، دستگاه خلافت. بنابراین دین میخواهد و اهل دین میخواهند که مردم در واقع هرچه بیعقلتر دکان دین البته گسترده تر. اما باز برمیگردیم پایین سخن که چون قضیه انسانی است، این است که اهل دین هم باعث آزاد بشن کار خودشون بکنن و وظیفه دولت آن است که اون امنیت رو به وجود بیاورد که در ایران زمین برادران یهودی ما، برادران زرتشتی ما، برادران بهایی ما، اهل تسنن و اول شیعه و غیره، 12 امامی و 4 امامی و 7 امامی، دولت به یکسان نگاه بکنه. و اساسا وظیفه دولت نیست دخالت در دین، که مردم بتوانند اون معنویاتی رو که میخواهند و دوست میدارند و در واقع عرض کنم که بخوان معابدی داشته باشن یا مناسک و مراسم داشته باشن، به آزادانه بدون ترس و وحشت از دیگران بتوان انجام بدن. این چنین جامعه ایست که بنده جستجوگرش هستم. در واقع شما سایر پژوهشگرانی که مثل شما فکر میکنن، این برنامه و همه فعالان فرهنگی که در این عرصه دارن کار میکنن، ضمن این که حضور دین رو در جامعه انکار نمی کنن، بله، سعی می کنن یک فانوس هایی روشن بکنن که از این طریق، بله، در انتخاب مردم تأثیر بگذارن و در دراز مدت مردم رو به جای دینگرایی بیشتر به سوی خردگرایی بیشتر سوق بدن. درسته؟ خب ببینید، این عرض شد که مسئله دین خیلی مسئله پیچیده در عمق سایکی آدم هاست. بله. یعنی دین از همسر خیلی خصوصی تره. بنابراین اون گروهی که گمان میکنن چیزها اصطلاحاتی به کار میبرن، مثل دین زدایی، مثل که حالا دین رنگی به دیوار مالیدیم حالا بیایم پاک کنیم، اصلا چنین چیزی مؤثر نیست. اصلا ما نباید جستجوگر اصلا چنین چیزی باشیم. بله. ما بایستی یک جامعه آزاد به وجود بیاوریم که درش نقد آزاد باشه، بقیهش رو آزاد کنیم به دست مردم بسپاریم. همین چیزی که این جوان دانشجو در دانشگاه درسته. بله. این است که ما نمیتونیم بیل و تیش و اره برداریم چیزی رو بزداییم، تا اونجا هم که بدین مربوطه برعکس عمل بکنه. یعنی شما هر موقع فشارها رو زیاد کردن، نمونه های قدیمش همین خراب کردن قبر حسین بوده، توسط خلفا خراب میکردن، آب میبستن، تعداد کسانی که به زیارت میامدن بیشتر میشد، یا در روسیه. بنابراین امر زوری نیست و با اهانت و تحقیر و اینها هم کار پیش نمیره. ما بایستی که به اون جامعه برسیم که دین بر سر جای خودش بنشیند و کار خودش رو انجام بدهد و مردم هم کار خودشون انجام بدن، نقد و بررسی آرای دینی هم آزاد باشد، بعد مردم تصمیم بگیرن، جامعه خود به خود به اون جایی که شما میفرمایید سوق داده خواهد. خب جناب مشیری، برگردیم به سر بحثمون، بحث اصلیمون، یعنی تاریخ تشیع. ببینید، ابوبکر، عمر، عثمان و علی ابن ابی طالب هر سه در زمان پیغمبر زنده بودند و روابط و مناسبات نزدیکی با پیامبر، هر چهار نفر بله، عثمان زنده بودن و روابط و مناسبات نزدیکی با پیامبر اسلام، بله، داشتن، بله، بله. ولی در داخل خودشون هم به نظر میرسه که ضمن این که میتونسته رقابت‌های فردی وجود داشته باشه، یک نوع احترامی هم بوده. یعنی ابوبکر از احترام فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده. بله بله. ممکنه درباره این مناسبات قدری توضیح بیشتر بده؟ بله بله. عرض می‌شود که این داستان تشیع اون چنون با دروغ و کینه و بغض و اون چنون با خرافات آمیخته است که لطف کنیم برگردیم تو استودیو. ما گمان می‌کنیم که مثلا ابوبکر، ابوبکر صدیق دشمن محمد بوده، یا عمر ابن خطاب که در واقع آرزوی یک روزی آرزوی پیغمبر اسلام بوده که عمر مسلمان بشود، خصم اینها یک سخنان لاطائل و نادرستی است آقای فروزنده. در این فضای شیعه ما این سمومات در واقع ذهنیت این آخوندهای نادان شیعه رو میبینیم که گمان میکنیم که اینا خصومتی بوده چنین و چنان. مطلقا و ابدا همه اینها در واقع از قریش بودن، اینها یاران محمد بودن، پیروان او بودن، مشاوران او بودن، وزرا او بودن،
و بسیار مناسبات نزدیک داشتن. مشاورت رسول در درجه اول با ابوبکر بوده، بسیار می‌بینیم در تاریخ، البته عمر و عثمان و علی و کسانی دیگری هم بودند که به خلافت، مثل ابو عبیده جراح، سعد بن ابی وقاص، اینا رجال درجه اول اسلام بودن، مورد مشاورت بودن. اما این گروه خاصی که نام بردید که در واقع به خلافت رسیدن، خلفای راشدین، بله راشدین، اینها قطع نظر از این قضایا اینا خیش هم بودن. ببینید به لحاظ عرض میکنم ازدواج ها، تأهل، مثلا حضرت محمد داماد ابوبکر صدیق است از طریق عایشه، و عایشه در واقع، علی در حق عایشه میگوید که او همسر رسول است در این دنیا و آن جهان، عاشق و شیفته عایشه است، عایشه رو بسیار دوست می‌داشته رسول، در واقع سوگلی زنان بوده. خیلی خوب، خب از این سو، از سوی دیگر داماد عمر است از طریق حفصه، حفصه دختر عمر، ابا حفص میگفتن به عمر، ابا حفص یعنی ای پدر حفصه. خیلی خوب، پس اونجاست. عثمان به دو مناسبت داماد رسول هست، زنورین بهش میگن، یعنی دختر رسول رو ازدواج کرده، ایشون فوت شده و دختری دیگری ازشون گرفته است. علی داماد محمد است از جهت فاطمه، و عرض می کنم که عمر داماد علی است از طریق ام کلثوم، که حالا این آخوندهای شیعه کارهایی کردن واقعا شرم‌آوره. مثلا عرض می کنم علی سه پسر دارد به نام عمر و ابوبکر و عثمان، از فرط علاقه‌ای که علی ابن ابی طالب به این خلفا داشته است. از اینها حضرت امام حسن پسری دارد به نام ابوبکر، حضرت حسین پسری دارد به نام ابوبکر، و اینا کشته شدن در ماجرای کربلا، یعنی تا اونجایی که به علی ابن ابی طالب مربوط است. عمر نبود در ماجرا و عمر طولانی یافت به قول طبری، اما ابوبکر و عثمان ابن علی، یعنی ابوبکر ابن علی و عثمان ابن علی، اینها در کربلا شهید شدن. آخوندها اینها رو از لیست شهدا اساسا حذف کردن، فقط به جهتی که اسم این عمر بوده. باری بگم سرمتو، حضرت رسول نه تنها داماد عرض کنم که ابوبکر بوده و داماد عمر بوده، داماد ابو سفیان هم بوده، در واقع دختر ابو سفیان، خواهر معاویه که رمله نام داشته و زن عبیدالله ابن جحش بوده و ایشون رفته به آفریقا، اونجا فوت شده، رسول ازدواج کرده. یعنی همینجا اگه ممکنه، جانم چون یه سوال برای من همینجا مطرح میشه. بله. این ازدواج های محمد ازدواج های طبیعی بوده یا ازدواج هایی بوده که در بندوبست قدرت دست به این ازدواج ها میزده؟ یعنی این تعداد همسران محبت حضرت محمد، و یه مقدار اینجا سوال برانگیزه، چجوری با هر کسی یک رابطه از این نوع رو داشته؟ والا اینو برای خود محمد پرسید، اما ما از اجازه بدید، اما ما بین خطوط رو که نگاه میکنیم، خب محمد میگه من یه بشری مثل شما هستم و دارای هوس‌های شهوانی خیلی شدید هم بوده، خودشون هم گفتن که ما از خروس به ارث بردیم. از خروس؟ از خروس، ما پیامبران در تمام شما، اینا سخنان اختراعی من نیست، شما بروید همین علمای شیعه میگن که پیغمبران این تکرار کار جنسی رو و قوتش رو از خروس به ارث بردن، الحمدلله رب العالمین. بله، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در سن 25 سالگی با یک زن 40 ساله ازدواج کردند، خدیجه که فوت شدند، و زنان کردن. ما نمیتوانیم بگوییم اینا به خاطر مناسبات بوده، مطلقاً در ابدا چنین نیست. چه به جهت این که وقتی شما مثلا فرض یه قبیله یهودی رو کشتن و زدن، یه زن زیبا هم بوده، ایشون میرفته باز تمایلش رو به اون زن نشون میداده، یا زن اون زید که خود ایشون براش پیدا کرده بود، وقتی که شکوفا شد زیبایی گرفت، زن اون از چنگشون در زن پسرخوانده خودشون رو هم گرفتن، بنابراین برای کارهای در واقع میلی جنسی میگرفتن، نه اینکه بدبخت بیچاره اون زید بدبخت
خود ایشون برش پسر خاندش بود قانون عرب رو تغییر داد به جهت اینکه اخوندای شیعه و سنی میدونن که من درست میگم اسنادش هست و این وقتی شوهر کرد بسیار زیبا شد. بعد از این مدتی ایشون تشریف برده و داشته گویا با همین دستاس چیز آسیای دستی کاری میکرده و گویا فرمودن عرض بکنم که تبارک الله حسن خالقین از این حرفا و رایج کرده بودن اگر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از زن کسی خوششان آمد اون به خانهش حرامه بایستی طلاق بده بدن خدمتش. بنابراین زید که آمده گفته که سوال کرده میگوید که چه کسی بود، میگوید که حضرت رسول گفت چیزی هم گفتن، گفتن که بله خانم میگوید گفتن که تبارک الله حسن خالقین، میگه پس شما به من حرام هستین. آمده و قانون عرب این نبود که زن پسرخوانده رو بگیری، زن پسرخوانده حرام بود، مثل پسر بود. اما از زیبایی ایشون قانون عوض شد که ایشون به وصال این زن برسه. بنابراین سوال خیلی مهمی بود. یه عده میگوین آدمای جاهل که ایشون ازدواجاشون چیز نخیر، اصلا چنین چیزی نبوده. حتی واقعی میگوید که خیلی عذر میخوام، اینا چیزهاییست که در اسلامه به من مربوط نیست. میگوید که یک شب 9 تن از زنان خودشون رو جمع کرده بودن به اسماء حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، میگوید آب گرم کن میخوام با همه زنانم سکس کنم که بدنم بشورم. این در کجا آمده؟ در واقعی جلد 8 طبقات واقعی. تا چقدر معتبره این کتاب؟ دیگه معتبرتر از واقعی ما نداریم. یعنی تبری هم بر خان واقعی نشسته. میگوید که خب یا رسول الله شما کارتونو بکنید من آب بکنم. نه میگه نه اینطور نیست که من، شما باید هر موقع من از اتاق بیرون آمدم که با یکی از زنانم خوابیدم آب بیارید. بعد مترجم محترم که همین دامغانی باشد میگوید خدا را سپاس که حضرت رسول چنین کاری رو کردن. همین دکتر مهدوی دامغانی در دانشگاه هاروارد، همین دامغانی که بله همیشه هم هر موقع هم که والا نمیخوام چیزی بگم که داستانی آقا چه هست اینا بمونه، زیرش نوشته است که خدای را سپاس، همین مهدی دامغانی، خدای را سپاس که حضرت رسول چنین کاری کرد که برای مؤمنین یک معیار قرار داد، یعنی هر موقع که چن عمل میشه بره خوش. از این حرفا زیاد هست و اینها دیگه از هر من شمسه، من خیلی دوست ندارم واقعا وارد جزئیات این قضیه بشم. بله خب نشیم، برای اینکه کار به نچگیری تازه میرسه که ایمان و اعتقاد اشتهای جنسی رو هم بالا میبره. بله پیامبران، پیامبران اون طرف چیز فرات و اینها خودشان گفتن بله کتاباشان هست که ما شهوت رو از خروس گرفتیم و مجلسی به کرات و مرات به این خروس، و قبل از مجلسی هم مرتب اشاره شده است که اینها بسیار مردم شهوانی بودن و شهوتشون رو خداوند بهشون عنایت کرده بود و داده بود. اجازه میفرمایید بحث رو ادامه بدیم؟ بحث شیرینه؟ نه بحث شیرینه خلاص، چون این داره به جای باریک میکشه. خب شما شروع کردید. میدونم ببخشید. خواهش می‌کنم. بیانات شما اونچنان گرم و گیراست که گاهی اوقات زمینه طرح سوالای دقیق‌تر رو فراهم می‌کنه. نه اونا رو واضح می‌کنید. به اون آقای کی بود؟ املاشی بود گویا. ربانی املاشی. بله اونا وارد میکنیم. ولی اینا حقایق تاریخی است در واقع. یعنی این که یعنی شما وقتی نگاه کنید به، حالا ما نمیخوام در صندلی کفر بنشینیم، ولی نگاه کنید به معاویه. شما رو صندلی بدتری نشستید. بله. معاویه دو همسر داشته. بله. دو همسر. تا اونجا که ما میدونیم. یعنی مرد سیاست بوده و در روزگار معاویه آب از آب تکان نخورده و مسلمانی به مسلمانی ظلم نکرده. اینا حقایق تاریخ اسلام هست. و دو سه بچه هم بیشتر نداره معاویه. مولا علی 33 بچه تولید کرده. خب من فکر میکنم که آدمی که اینقدر ما به خرد ایشون رو ستایش میکنیم، آخه کی میخواد خرج اینها رو بده؟ کی کسی قرار بوده که اینها رو بزرگ کنه؟ برای چه اینقدر تولیده؟ اینا داستانایی است که ازش بگذاریم بهتره. بله بعد برگردیم سر همون بحث. بله منظور این که اینها دوستان رسول بودن، یاران رسول بودن. سعدی یک قصیده خیلی زیبا داره. قصاید سعدی در واقع از مقوله قصاید منوچهری نیست، غزلوار نرم زیباست، هر کسی
یه تونه قشنگ میگوید که از سبت که دیگر عمر که لایق پیغمبری بودی، گر خواجه رسول نبودی ختم انبیا. بله؟ بعد میگوید که دیگر جمال سیرت عثمان که بر نکرد بر روی دشمن قاتل سر از حیا و الاخر، یعنی توصیفاتی که خیلی زیبا فهمیده بوده این ماجرا. این نبود که در بابش بحث بشه در روزگار قدیم که آیا از میگن علی اول بوده یا علی چهارم بوده. همه میدانستن و اهل تسنن هم بر این هستن با احتراماتی که دارن که این خلافت به همین وجهی بوده که بوده و اینها یاران رسول بودن، اینها دوستان نزدیک رسول بودن و شخصیت‌های تراز اول اسلام بودن. این نبوده که این ملعون باشد و اون مطعون باشد و این حرفا، اصلا چنین چیزی نبوده. علاقه بسیاری داشتن این ائمه شیعه به این به ابوبکر و عمر و غیره و ذالک. اینا احادیث خیلی زیاد و مفصلی هستید. پرسش بعدی من از جناب عالی این است که در 100 سال اول پیدایش اسلام چه نوع فرقه ها و مذاهبی بله. وجود داشتن و شکل گرفتن؟ طبیعی بود اسلام به هیچ جا نمیرسید. این عقیده من هست با توجه به شواهدی هست. حالا میخوام پیش از اینکه جواب سوال شما رو بدم و خواهش کنم شما به من توجه کنید، شما توجه نکنید من حرفم یادم میره. نه من ببینید ببینید همین اسلام با همه کاستی هایی که در جهان مدرن ازش محسوسه، یه چیز قدیمی است، مربوط است به یک جامعه بیابانی، واقعا مناسبات ساده. اینها یه چیزهایی داره. مثلا فرض کنید، حالا این سوال ربطی نداره پس من فراموش کنم چون لازمه عرض میکنم، مثلا همین داستان سنگسار. ما میشنویم فلان آخوند در فلان جا گفتن فلانی زنا کرده آورده سنگسار کرده، این وجه نیست. حتی اینها به این اسلامشون هم نه وارد هستن نه اینکه اعمال میکنن. آقا برای سنگسار که البته در قرآن نامی ازش نرفته و جز سنته و از در واقع از تورات آمده این داستان سنگسار، و در واقع اسلام یک نوع یهودیگری است که با فرهنگ عرب و مبالغ فرهنگ ایرانی آمیخته. ببخشید لطفا در استودیو رو ببندید، صدای نکاسته. توجه می فرمایید. باری این سنگسار از عمر چون سخن رفت، میخوام به شما عرض کنم که چگونه مردی بوده در کار سیاست. ما یک رجل بزرگ داریم در صدر اسلام جز اصحاب رسول، من مغیرت ابن شعبه، و اینجایی که میگوین این قبر علی است، قبر مغیره است. اصلا حضرت علی قبری نداشت، به جهتی که مخالفانش گفتن اگر ایشون رو به جایی که ما بدانیم پیکر ایشون رو در میاریم پاره پاره میکنیم. این است که در همون سرای سلطانی پنهان از چشم خلق ایشون رو جای خاک کردن که هیچ کس هنوز نمیداند گور علی کجاست. اینجا این قبر گور فرد دیگری است، مغیره ابن شعبه که دارم صحبتش میخوام بکنم اونجا. بله این مغیره یک غلامی داشته است که در کنار منزل خودش فرماندار قصره بوده. روزها یه خانمی می آمده از پیش این مغیره، نزدیک های ظهر می آمده، ایشون هم گویا با ایشون در واقع نزدیکی می کرده و بعدم می رفته پیشوای مسلمان ها می شده و در نماز و این حرفا. حالا این آقا فضولی می کنه، می گوید که چون گفتن که 4 شاهد لازم است که زنا رو تشخیص بدهد و جزئیات را ببیند تا اینکه سنگسار بر او در واقع حکم محرز بشه. محرز بشه. این است که این آمده، این به نسل صریح طبری و سایر مبرخان بزرگ اسلام عرض میکنم، آمده یک سوراخ ایجاد کرده و بعد 3 نفر دیگری هم آورده. وقتی که سر صدا آمده گفته ببینیم چه خبره، مثل که ایشون داره زنا میکنه، اون یکی بله داره زنا میکنه. میگن این 4 نفر باید همه جزئیات رو ببینن، نه که فقط 4 نفر ببینن که کسی به کسی خوابیده، یعنی کار تقریبا غیر ممکن کرده. یعنی در واقع توی یه بستر بودن هم دلیل کافی نیست. نه مطلق، یعنی بدن بر بدن بودن اوریان هم دلیل نباز زنا نیست، مگر جمعی جزئیات عمل جنسی رو و اصلا چنین چیز غیر ممکنه. بالاخره دو تا آدم یه ملافه چیزی، به قول یکی از این فضلای اهل تسنن به من میگفتن آقا اقلا یک هر کسی ملافه چیزی داره. باری اینها رفتن و وقتی مغیره رفته که برای نماز بیسته، یقش گرفتن که ای نامسلمانه نم چی تو بر این حالت آمدی جلوی مسلمانان. رفتن پیش عمر. بله
شاکی شدن عمر هر چهار نفر رو خواسته. حالا عمر ابن خطاب نشسته، یکی از یاران رسول، رجل بزرگ مثل مغیره نشسته. حالا یه خواهی میخواد به حرف این چهار نفر بیاد ایشون رو سنگسار کنه. اصلا چنین چیزی من فکر نمیدونم از مخیلش اصلا گذر. اونقدر سوال کرد که اینا به تضاد افتادن. تو چه دیدی؟ تو چه دیدی؟ بعد تو چه دیدی؟ تو چه دیدی؟ تو چه دیدی؟ اینا در یک جا به تضاد افتادن. دستور داد که اینها رو حد قذف بزنن. یعنی چی؟ یعنی اتهام بستیم و دشنام دادیم. صحیح. توجه فرمایید و مقرره آزاد کرد. این نیست که هر آخوندی هر جا نشسته میارن زن بیچاره ایرانی، آقا این زنا کرده، ما دیدیم. چه چیزی رو دیدی؟ کدام اسلامت این رو گفت؟ میدونید اینا مش آدمای یاغی وحشی بی سواد، واقعا آدمای شقی ظالم کم عقلی هستن آخوندای شیعه که امروز حاکم هستن. حالا بگردیم سر صحبتشون. ببینید اسلام یک مرتبه به سرعت متغیر شده احوالش. یعنی نبوده که به طور طبیعی یک جامعه ای در طی زمان رشد بکنه، نه، به سرعت ثروت ها رو غارت کردن و به سرعت به مدینه بردن. برده ها، برده فروشی بزرگترین بازارش در مدینه منوره بوده. اینها زندگی تغییر کرد، عقلا پیدا شدن و از فلسفه یونان چیزها گرفتن و اینها. این است که مرتب انشعاب میشد و شعب مختلف پیدا میشد. قدیمترین گروهی که ما میشناسیم عثمانیه میگفتن. عثمانیه یعنی اون گروه دینی بودن که طرفداران عثمان بودن و خونخواهی قتل عثمان قیام کرده بودن و جنگ جمل هم حاصل اون هست. عثمانیه. بعد از عثمانیه چشم ما روشن هست به خوارج. ما چون یکی از خوارج علی رو به قتل رسونده، ما فکر می‌کنیم خوارج مردمان دیوانه‌ای بودن، بی‌دین بودن. اینها مؤمن‌ترین مؤمنان بودن به کار اسلام، همین عبدالرحمن ابن ملجم مرادی و دوستانش. و علی 4000 نفر از اینها رو کشته بود. چرا؟ یعنی بله ببینید، وقتی که علی در واقع در ماجرای حکمین عقب نشینی میکنه، در جنگ صفین، در جنگ صفین، صفین بله، یعنی حکمین معلوم میکنن از جانب علی ابو موسی اشعری، از جانب معاویه عمرو بن العاص، اینا هشنو ما مذاکره میکنن و بعد به شرحی که همه میدانیم و اینا ابو موسی و عمرو العاص از دو طرف میان و از دو طرف میان. در طول این 9 ماه این عمرو یکی از بزرگترین داهیان عرب بوده و سیاستمدار بسیار بزرگ و جنرال خیلی بزرگی بوده، همین عمرو بن العاص. مرتب این مرد ساده دل رو میفریبه که وقتی وارد میشد جلو پاش بلند میشد، احترامات میکرد، گفت شما از اصحاب نزدیک رسول هستید، احترامتون واجبه. این بیچاره رو که آقا به میگوید که تنها مایه فساد هم علی است و هم معاویه. میگه چه بکنیم؟ میگه شما وکیل علی هستی و من وکیل معاویه. شما معاویه رو خل کن، من هم شما علی رو خل کن، من هم معاویه رو، و مسلمانان راه خودشون رو پیدا میکنن. اینها وقتی که آمدن و در واقع اعلام بکنن، علی هم نمایندگانش بود، معاویه هم نمایندگانش بود، اینها وقتی که قرار شد که یک کسی برود، گفت پیش قدم شما، این شما شیخ اکبر هستید و اینا، رفته سخنرانی کرده ابو موسی و گفته من به همین گونه که این انگشتر رو من بیارم علی رو خل میکنم. عمرو ابن عاص برعکس کرده، رفته گفته است که من تو این انگشتر رو از این دست مثلا به این دست میکنم، حکومت معاویه رو من تایید میکنم و چنین و چنان. و بعد جنگی در گرفته و اینا. علی زیر بار نرفته، لشکر کشیده دوباره که برای جنگ. وقتی که لشکر کشی میکنه قبل از اینکه از کوفه بره بیرون، میاین میگوین که یک گروهی از خوارج که بیرون آمده بودن از سپاه علی در موضوع جنگ، همون داستان حکمین، حرفشون این بود که حکم حکم خداست، اگر که خدا شما خواست که شما خلیفه بشوی، شما حق نداشتی اصلا حکم معلوم بکنی، پس پیداست در خودت شک داری، بنابراین کافر شدی، بایستی توبه کنی و بعد دوباره مسلمان بشی. اینقدر سختگیر بوده. 4000 نفر از اینا جمع شدن در محل نهروان، معلوم میکند که در حالت غیر جنگی بودن. آقای فروزنده، در حالت غیر جنگی بودن به جهت اینکه اگر اینا در آماده جنگ بودن از سپاه علی هم میکشتن. جمعاً 8 نفر از سپاه علی کشته شده و 4000 نفر از اینا به قول بین 2500 تا 4000 نفر، اینا هم برادران مسلمان بودن، کشتن اینا رو.
و بعدم که کشتن چه شد؟ این سپاه علی گفتن آقا ما شمشیرامون کند شد، تیرهامون تموم شد، خسته شدیم، برویم شب منزل استراحت بکنیم، فردا حرکت. رفتن منزل، کشته شده بودند برادران خودشون، عموزاده ها رو کشته بودند اینها، این زنها در این خامنازل داد و فریاد و گریه و اینها. فردا صبح که مولای متکیان سوار اسب شده، هیچ کس بیرون نیامده، جز اینکه احتمالاً بد و بیرا هم میگفتن پشت در، آقا تو ما رو وادار کردی به برادر کشی و دیگه علی خانه نشین شد. این ماجرای نهروانه. بله، کشته بودین. باری خوارج اولین گروهی بودند که به گونه سوسیالیست بودند. آقای فروزنده خیلی بیشتر توضیح بدید. بله، عرض میکنم اینها در موضوع امامت بر این بودند که امام و خلیفه مسلمین حتما نبایستی از قریش باشه و حتما نبایستی که مرد باشه، بلکه یک غلام آفریقایی هم که مسلمان شده اگر دارای فضیلت باشه و دلاوری، لازم هم نیست که افضل باشه. آخه شنیدید که این آقای منتظری مرتب میگه ولی فقیه باید اعلم باشد. این افضل بودن و اعلم بودن هم یک داستانی بود و حاکمیت مفضول بر فاضل رو پذیرفته بودن. یعنی لازم نیست که بین بند و شما علمتون بیشتره من میتونم حکومت کنم، یا برعکس. این رو خوارج میگفتن. و دیگر اینکه بین زن و مرد تفاوتی نیست و زن هم میتواند خلیفه بشود. اینا چند شعبه بودن. شبیبیه این رو میگفتن، شبیبیه، که زنان هم میتواند خلیفه، و بسیار پیشرو بودن و مخالف مالکیت خصوصی و زمینداران بزرگ بودن. و اینها در کار دین تا اونجایی که عرض کنم به موضوع کفر اسلام مربوط است بسیار سخیر بودن. و وقتی که اینها رو میکشتن در میدانهای جنگ، زنان رو میدیدن که لباس رزم پوشیدن و با مرداشون دارن جنگ میکنن، در بین خوارج. و اینها به عنوان یک نیروی سیاسی مهم وجودشان تداوم یافت و به ایران کشیدن، در سیستان و بلوچستان و منطقه جنوب. اینها در واقع تا روزگار یعقوب لیث و تا روزگار محمود غزنوی این شعبه از اسلام گسترش فوق‌العاده داشتند در جنوب ایران و تشکیلات سیاسی داشتند. اون گروهی که در واقع انشعاب کردند از اسلام و این شعب در داخل ایران، چون ایرانی‌ها مردمان سخیری در دین هرگز نبودند، اینها رو که خلفا نمیتوانستند با مثل فرض کنین قرامته و دیگران، آسیای مرکزی ها، یعنی بیابونگردان بیرحم وحشی آسیای مرکزی، اینها آمدن برای خلفا اینها رو کشتن، یعنی مثل محمود غزنوی و دیگران. نه قلعه بود که نگرفت و نه سپه که نزد، نه قرمتی که نکشت و نه گبر و نه کافر. یعنی محمود هر قلعه بود گرفت، هر چی مخالف دین اسلام بود کشت. بله، بنابراین اولین اینها خوارج هستن، که البته در تبیین و تشریح معنی خوارج سخنها هست. یکیش این هست که اینها از سپاه علی خارج شدن و تعبیلات دیگر. باری اینها یک گروه سیاسی خیلی بزرگ شدن که ابتدا بر سر مخالفت با علی ابن ابی طالب در موضوع حکمیت پیدا شدن و بعد کشته ها دادن و بعد دوست یک نیروی سیاسی و اجتماعی در آمدن که بسیار هم مهم بودن و خیلی اندیشه های پیشرو داشتن. در یک کتابی خواندم که یکی از این زبانزنان خوارج در حالی که لباس رزم پوشیده بود فریاد زد که یک کسی نیست که منو از شر این سرخاب و سفیداب راحت کنه، یعنی از زن بودن خودش چیز بوده در واقع، و از میدان جنگ کشته شد. بنابراین اینها نخستین گروه سیاسی اسلامی هستن و صاحب گناهان کبیره هم نمی بخشیدن. اینا یه گروه هست. بعد ما میرسیم، البته ما بخوایم شعب مختلف اسلام بگیم تا خیلی وقت میبره، اما اون سرشاخه‌هاش. بعد ما گروه در واقع شعوبیه رو داریم. شعوبیه اینها به دستاویز یک آیه قرآن آمده بودن و به جهت اون که بنی امیه عربیت رو برکشیده بود، علت پیروزی اعراب رو خون سرشت عربی می دانست و غیر عرب رو موالی می گفتند.
مولا به دو معنی است، که معنی سرور که معنی نوکر. ایرانیان رو موالی و نوکر میگفتن دیگه. اینها میگفتن شعوبیان پیدا شدن که طرفداران تفضیل عجم بر عرب بودند، درست برعکس. شعرهای بزرگ داریم مثل اسماعیل یسار، مثل بشار ابن برد تخارستانی، قصایدشون هست که اینها به بزرگی ایرانیان مینازیدن و اینها رو تخفیف میکردن و تحقیر میکردن اعراب رو. و بزرگترین اینها در اون روزگار عبدالله ابن مقفع هست و آثارش از خیلی خیلی مشهور بوده، مثل ادب صغیر و ادب کبیر و ترجمه کلیله و ترجمه خدای ناب و اینا همه. بسیار خوب، معتزله خیلی مهم بودن. معتزله تحت تأثیر فلسفه یونان بودند. بله، معتزله در واقع فلسفه در اسلام رو معتزله بنیاد کرده. اعتزالی ها که اینها مشهور است که واصل ابن عطا که یکی از شاگردان امام حسن بصری بود، در موضوع در واقع مرتکب شونده گناهان کبیر سوال کرد که جاش در کجاست، جای منافق کجاست. و امام در حال تفکر بود، ناگهان خودش جواب داد، گفت این یک منزلی است بین کفر و اسلام، منزلی بین منزلتین. این جواب رو داد و امام گفت که این از ما دور شد، اعتزال گرفت از ما، یعنی واصل. و از اونجا آمده معتزله طرفداران عدل هستن، اعتزالیون طرفداران عدل هستن و بر این هستن که صفات خداوندی این چنان نیست که ما میگوییم صفات جزء ذات هستن و خداوند به وجهی که ما میگوییم قدیر و رحیم و بصیر، نه اینا نیست. جز این که صفات جزء ذات خداوندی باشه، ما اینجا در مسئله توحید دچار مشکل میشیم. یه بحث فلسفی است واقعا. و عرض میشود که طرفداران خرد بودن، عقل استدلالی و منطق بودن و خدا را دیدنی نمیدانستن. این شعری که از استاد توس باقی مانده است که به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را، دلیل اعتذار فردوسی دانستن، چون اونها گفته بودن که ما هرگز خدا رو نمیتوانیم ببینیم، خدا دارای دست و پایی نیست، خلاف اون چه مجسمه و مشبهه گفتن. و اینها یک اندیشه های فلسفی بود که گسترش پیدا کرد و راه رو برای بحث های استدلالی و انتقاد های عقلی باز داشته بود، به وجهی که منصور و هارون و مأمون اینها بزرگترین معتزله بودن. اون چه فلسفه و علم در اسلام پیش آمد بر اثر برکات وجود هارون و مأمون شد و دارالحکمه ها که ایرانی ها در اونجا کار میکردن و ترجمه میکردن و اون چه به دست ابن سینا رسید و رازی رسید و غیره از فلسفه یونان و جای دیگه، اینا در همین روزگار شد که خلفای معتزلی بودن. و یکی از موضوعات خیلی مهم در باب قدم و حدوث عالم بود، قدم و حدوث قرآن، که این مباحث عقلی میشد و مأمون بر این بود که مثل سایر عقلا که این قرآن مخلوق قدیم نمیتوانه باشه، چون عده متعصب بر این بودن که این قرآن در لوح محفوظ بوده از ابتدای گیتی. اینا آقا این چه سخنی است؟ و دستور داد که تمام کارگزاران ما که در کار قضا هستن و در کار حقوق اسلامی هستن بنویسن و امضا کنن که این قرآن مخلوقه. و بله، و قرار شده بود که کسانی که معتقد نیستن به مخلوق بودن قرآن از کارها بیرون بکنن، که همین امام احمد حنبل مخالفت کرد و از اونجا بیرون آمد. و در این در همین نقطه است که مأمون فوت شده. مأمون فوت شده متاسفانه و جانشینان او دیگه بر نتافتن حکمت عقلی رو و سرکوب کردن، به بچی که مثلا یه آدم بزرگی مثل یعقوب اسحاق کندی رو گرفتن و کتابخونش رو در واقع کانفیسکیت کردن. اینها این است که اینم یک گروه بودن که بسیار بسیار مهم بودن. گروه مقابل اینها ما جبریون رو داریم. جبریون که اینها بر این بودن که انسان مختار بر حرکات خودش نیست، در حالی که معتزله میگوید انسان مختار و آزاد هست در تصمیماتش. اونها میگفتن خیر، شما هر کاری میخوایم بکنیم این به دست خداست، هر عملی انسان انجام بده مجبور به تصمیم گیری خداست، اختیاری مطلق در کار نیست. این داستان جبر و اختیار هم یکی از قضایای فلسفی اون روزگار بود که از همون در واقع قرن دوم
مباحثش ادامه یافت تا روزگاران خیلی زیاد. بنابراین این گروهی که نام بردم خدمتتون مرجعه، قربان مرجعه، اینا هم خیلی مهمه. این مرجعه، مرجعه عرض کنم از ارجاع هست. ارجاع یعنی به عقب انداختن، به تعویق انداختن. این گروه مسلمینی بودن و بر این بودن که ما حق نداریم در باب کفر و ایمان کسی نظر بدهیم. ما کی هستیم که بدانیم در ذات یک انسان چه می‌گذرد؟ این است که ما این رو به تعویق می‌اندازیم تا روز قیامت که خداوند تبارک و تعالی خودش در باب مردم تصمیم می‌گیره. و امویان به جهت اینکه به فسق و فجور مشهور بودن، بسیار پشتیبانی می‌کردند از این داستان که ای مردم در حق ما قضاوت نکنید. و وقتی که این داستان تا اینها بودن، این ارجاع و مرجعه، اینها دارای پرستیژی بودن، بعد از عرض کنم که برافتادن بنی امیه، این داستان مرجعه هم برافتاد. بفرمایید قلات شیعه چیه؟ قلات، خب این یک بحث خیلی مهم نیست، اتفاقا به قلب داستان کل تشیع مربوط است. حالا عرض میکنم شیعه ابتدا یک فکر عربی است، یک عقیده سیاسی است. یعنی که یک عده آمدن، 6-7 نفری بودن ابتدا، مثل ابوذر غفاری، مثل عمار یاسر، عرض میکنم که مثل سلمان فارسی، اینها ابن عباس، گفتن آقا این خلافت حق علی بوده. بله حق علی بوده و نشده به هر صورت، نه اینکه حالا شمشیر بکشن یا چیزی، نظرشان بری بود. بنابراین ابتدا موضوع خلافت علی باعث پیدایش گروهی شد که ما بهش شیعه میگیم، و بعد رفته رفته گسترش پیدا کرد. و در این راستاست که گروهی پیدا شدن به نام قلات. قلات مثل قضات، جمع قالیه، قالی یعنی کسی قلوف میکنه. یک مردی هست به نام عبدالله ابن سبای یهودی، این خیلی خیلی مهم هست. حالا یک جنگ کلامی خیلی خیلی در واقع شدید و غلیظی بین علمای اهل تسنن با اهل تشیع در گرفته که اینا میگن اصلا چنین چیزی نبود، اما وجود شما نمیتوانیم انکار بکنیم، به جهت اینکه بزرگترین علمای شیعه از حضور او گزارش داده. این عبدالله ابن سبا اهل یمن بوده، یهودی بوده، و آمده است، رفته است پیش عثمان و اونجا اسلام آورده. وقتی اسلام آورده احتمالاً فکر می‌کرده که خب عثمان به این خیلی بخشش ها خواهد کرد و اینها، می‌بینه خبری نیست. رفته است در روزگار عثمان به مصر و در اونجا شروع کرده در حق علی غلو کردن و میگوید ای مردم، هر پیامبری دارای یک وصی است، این علی هم وصی محمده، و وقتی محمد باز میگرده به این دنیا، علی به همراه او هست. و شروع کرد یک سخنان عجیب و غریب در باب علی گفتن، که وقتی هم که حتی مشهور است که آمدن گفتن که ایشون شما رو خدا میدونه و علی او رو خواست و گفت توبه کن، توبه نکرد، خواست او رو بکشه. گفتن یا علی این طرفدار توست، او رو به مدائن فرستاد و تبعید کرد. بعد از کشته شدن علی هم گفته است اگر سر او را در 70 کیسه بگذارید و 70 شاهد عادل بیاورید، من قبول نمی کنم، ما قبول نمی کنیم که علی کشته شده، اون که کشته شد شیطان بوده. و وقتی آسمان رعد و برق می شد، می گفت که این صدای رعد صدای علیه، این برق هم شلاق علی است. و خلاصه غلو عجیبی به میان انداخت در باب شخصیت علی. چرا؟ این حالا اهل تسنن میگن برای اینکه فساد و نفاق بیندازد در بین مسلمین با برکشیدن فضیلت های علی، و یک گروه زیادی هم به خودش همراه کرده بود. حتی اهل تسنن تا اونجای پیش رفتن که گفتن جنگ جمل را هم همین سباییه طرفداران عبدالله بن سبا، خود ائمه شیعه مثل حضرت امام جعفر صادق و اینها به شدت نفرین کردن و لعن کردن قالیان را، به جهت اینکه علی همیاره میگفت بنده خدا علی ابن ابی طالب، حضرت پیغمبر میگفت من بنده خدا هستم، بشری مثل شما هستم. این صحبت هایی که این مرد میکرد، مردی در واقع همین سبا، یک در واقع مقام خدایی برای علی
قائل شد، این متاسفانه هنوزم هست، چون نیک بنگری ما ایرانی ها علی اللهی هستیم آقای فروزنده، چون نیک بنگری ما علی اللهی هستیم. به ما گفتن از بچگی که این جبرئیل وقتی وحی آورد به عوضی که ببره پیش علی برد پیش محمد، این اشتباه بوده و علی اشتباه دلیوری کرده و بله و اگر علی نبود اسلام بر پای نمیشد و چنین و چنان. و وقتی که پیغمبر به معراج رفته، که البته اینا هیچ کدوم با عقل سازگاری نداره ها، فقط از نظر عرض میکنم که ساختار فکری اخوندشی عرض میکنم، رفت اونجا پیش خداوند، دید حضرت علی نشسته اونجا و داره انگور میخوره و از اینجور صحبت ها. و چون نیک بنگری ما ایرانی ها از بام تا شام یا علی رو ممکنه 50 بار بگیم، شما خدا رو نمیبینید ما یاد کنیم. یک سوال پرسش جانم وسط صحبت شما، بله، باعث انحراف نشه. این آدم، این فرد یهودی، بله، که تا این هفت چیفته بوده، این قلوب رو کرده، چطور خودش به اسلام و علی ایمان نیاورده؟ از کدام مسلمان شد؟ بله بله، رفت پیش عثمان مسلمان شد، عبدالله اسمش گذاشت مسلمان شد و بعد خیلی صاحب در واقع کلام نافذ بود و دانایی ها داشت، چون این تاریخ یهود رو میشناخت، تورات رو میشناخت، عرض میکنم اینها این است که مردم دور خود جمع میکرد. و این رو هم عرض کنم که شیعیان نخستین که اون اعراب بودن، مردان بزرگی بودن، آدم های مثل سلمان فارسی و مقداد و عمار، اینا خود رجال مهم بودن. وقتی که علی بازنشسته در منزل شد، فقرا همواره هزاران نفر اسیر بیچاره در بصره و کوفه و مدینه اینا از خانواده‌هاشون گرفته بودن، بچه‌های اسیر به نوکری وادار کرده بودن، اینها طرفداران حاکمان نمی‌خواستن باشن، پشتیبانی از حاکم معزول می‌کردن. این است که از ابتدا یک گروهی فقیر و بیچاره و بی امید به شیعه گراییدن و بعد در کشور خود ما در روزگار شکوفایی و ثروت ما میبینیم که تشیع اونچنان غلبه ای نداره، اما بعد از حمله آسیای مرکزی ها و مغول و تیمور اینها رفته رفته میبینیم که هرچه فقر و بیچارگی بیشتر شده، گرایش های تشیع هم بیشتر شده. خیلی جالب بودین. بریم سر اهل بیت. اهل بیت ببینیم چه کسانی اهل بیت خیلی خیلی سوال مهمه اسلام حساب میان و در این محدوده قرار میگیرن. ولی ببینید آخوندهای شیعه طوری به ما گفتن که آقا اهل بیت رسول عبارت از رسول، فاطمه، حسن، حسین و علی، درسته؟ بله. خب بیت یعنی منزل، اهل یعنی ازدواج کرد، تأهل یعنی ازدواج کردن، خب نه؟ بله. بنابراین اهل بیت یک نفر اول زنان او هستن. بله. نزدیکترین کسان همسران یک شخص هستن دیگه. بنابراین اهل بیت اول زنان هستند و بعد کودکان و غیره که تعمیم ممکن است پیدا کند به خیشان خیلی نزدیک. اما اهل بیت حقیقتاً اونهایی هستند که در بیت اون شخص زندگی میکنند. و عجیب اینجاست که آخوندهای شیعه مثلا عایشه را جز اهل بیت حساب نمیکنند. این خیلی کار عجیبی است واقعا. دختران رسول رو که جزء در واقع زندگی استدلالشون چیه؟ این کارو نمیکنه. باید از خودشون پرسی. به جهت این است که حالا در باب عایشه عرض میکنم چرا با عایشه دشمنی دارن. شما اگر تشریف ببرید اندونزی، هندوستان، پاکستان، از هر 10 دختر مسلمان 4-5 تاش اسمش عایشه است. خیلی مقام داره عایشه. حالا چرا عایشه رو اینها حتی کاری کردن که در واقع عایشه، کلام عایشه این نام یک فوشه در تشیع. شما در تمام ایران یه عایشه پیدا نمی‌کنید مگر پیش برادران اهل تسنن ما. من به خوبی یادم میاد در زمان کودکی یه مادر بزرگی داشتیم، وقتی عصبانی میشد با یه دختری حتما میگفت عایشه خانم. این کار بدترین فحش بود. بدترین فحش همین عایشه بود. عرض کنم به دو دلیل بوده. یکی اون که یه ماجرای برای عایشه اتفاق افتاد، یعنی یکی از لشکرکشی های رسول عایشه رو با خودشون می بردن و عایشه هم دختر نوجوانی بود بسیار سبک وزن، در همین کجاوه سوار می کردن می بردن می آوردن. در یکی از جنگ ها وقتی رسیدن به مدینه دیدن عایشه نیست،
اونجا خالی هست. فردای اون روز دیدن که عایشه سوار شطوره و یعنی کسی که از پشت سپاه حرکت میکرد که ببینه کسی گم شده یا نشده، او رو پیدا کرده به نام صفوان و آوردن به مدینه. شروع کردن مردم بد و بیرا گفتن و اتهام زدن به عایشه که عایشه با این ارتباط داشته. حالا حضرت رسول عقبدار قافله، بله بله، یعنی ایشون پیاده میشه برای قضای حاجت به قول معروف، خوابش میبره، کاروان حرکت میکنه بدونه که اینا وقتی کجاوره بلند میکنن وزن اینقدر نداشته که چهار نفر که بلند میکنن متوجه باشن که عایشه هست یا نیست، میذارن روی شطور رو میارن. بعد این از پشت میاد و عایشه رو پیدا میکنه و میاره. خیلی خوب، پیغمبر میاد و طوری که طبری به ما گزارش میکنه و دیگر مورخان که ما چه بکنیم با عایشه، علی میگوید که به اندازه یک بند نعلین شما ارزش نداره، طلاقش بده. در حالی که از پیامبر به پیامبر، پیامبر ولی عاشق عایشه است، اینه که آمده یه در شلاق زده، حتی حسان بن ثابت که شاعرش بود شلاق زده و هیگویا 17 آیه در عصمت عایشه نازل کرده در همین فاصله ای که عایشه گم شده و پیدا. نخیر وقتی عایشه برگشت به مردم اتهام می‌زدن، عایشه رفت منزل پدرش و گریه می‌کرد. حضرت آمدن دست مبارکشون زدن به کریاس در، همونجا اگر خطا نکنم 17، باید نگاه کنم، فکر می‌کنم 17 درسته، 17 آیه در عصمت عایشه نازل کرده. دهن همه رو بسته، دو سه نفرم شلاق زده، دیگه کسی جرأت این حرف بزنه چون عایشه عاشق این دختر بود. خب حالا عجیب اینجاست که نیم آیم در حق علی چرا صادر نکرد؟ آقا این همه ما میگیم علی خداست فلان، اینا اسمش در قرآن نرفته. 17 آیه در باب عایشه داریم، نصف آیه در باب علی هم نداریم. حالا بماند. بعد در موضوع عثمان که وقتی عثمان رو کشتند و علی در اونجا بود و چنین و چنان، گفتن که علی داره پشتیبانی میکنه از قاتلین عثمان، ام المؤمنین عایشه به اتفاق طلحه و زبیر و بسیاری از اصحاب رسول راه افتادن، آمدن بستر رو گرفتن و جنگ جمل به راه افتاد. جمل به جهت اینکه یعنی شتر، جنگ شتر، و عایشه سوار اون شتر سرخموی بزرگ بود که ازش دفاع میکردن. اینه که اهل تشیع با عایشه دشمنی ویژه دارن، اهل تسنن بسیار احترام دارن به ام المؤمنین عایشه. مقصود این که اینا به طور کل عایشه و سایر دختران محمد رو از اهل بیت حذف کردن به جز فاطمه، در حالی که از فضیلت‌های علی میگویند که این است که با فاطمه ازدواج کرده، اما به عثمان لعنت میکنند که با دو دختر رسول ازدواج کرده. ذوالنورین دو دختر رسول ازدواج کرده، عثمان داماد پیغمبر بوده همینطور که علی بوده، بله بله، به دو نوبت، یعنی یک دخترشون رو میگیرن و بعد که فوت میشه دختر دیگه رو گیرن. ولی شما از زبان اینا نمیشنوید که آقا این آقای ذوالنورین اونقدر مورد احترام پیغمبر بوده که دو دخترشو بهش داده. یعنی در واقع آخوندهای شیعه اون چه میگوین توهین بزرگی در حق پیغمبر اسلام و خانوادهشه. یعنی وقتی اینها مینشینن، حالا گذشته از این بی‌انصافی و اهانتی که به برادران اهل تسنن ما میکنن که فحاشی رو سب میکنن و در واقع سب خلفا، این است که میگوین که این عمر چنین و چنان بوده، یعنی محمد نمیفهمیده، و عایشه چنین و چنان بوده، یعنی پیغمبر اسلام رو به نادانی و بیخبری اینا دارن متهم میکنن دیگه. یعنی چگونه است که اون نمیدانست که عایشه چه زنی است، اون نمیدانست که عمر چه شخصیتی است، اون نمیدانست که این آیات برای چی هست اگر که بله، و این آیات و عرض میکنم که خب میدونید که وقتی پیغمبر بیمار بودن و اینها، به تکرار به عایشه گفتن که آقا به پدرت بگو پیش نماز بیسته، یعنی ابوبکر، و به خاطر همین هم مسلمان رو رأی دادن برای خلافت. این است که اهل بیتش رو که اینا دخترانش بودن، خانوادهش بود، آخوندهای شیعه به طور کل قیچی کردن به وجهی که میخواستن و فقط فاطمه رو گرفتن و علی رو و حسن حسین رو، سایر فرزندان علی رو هم بیرون کردن. آخه اینها ببینید علی چند پسر بزرگوار داشته، به نظر من مهمترین پسر علی محمد حنفیه بوده مطلقاً، و ابداً اسمی ازش نیست، یا عباس، عباس ابن علی، فقط حسن حسین داستانه حسن حسین هست و هر سبت که فاطمه. اشاره کردید به اون شاخهی که علی ابن ابی طالب و تا مرز خدایی جلو میبره، هنوزم هستن هستن این علی اللهی ها همونان؟
از اعقاب اونها؟ والا ببینید در باب این اهل حق که هستن، من هر چی جستجو کردم چیز به درد بخوری که بشه بعد عرضه کرد من هنوز پیدا نکردم. و گروهی میگوین هستن، گروهی میگوین نه، اینها یک رشته از تصوف هست و ریشه هاش در فرهنگ ایران باستان است. من اطلاعات درستی که بشود به اون تکیه کرد در باب اهل حق هنوز به دست نیاوردم، چون کتابی در دست نیست. خب یکی از ویژگی ها یا خصوصیاتی که شیعه رو از اهل تسنن، تشیع رو از تسنن جدا میکنه این شیوه برخورد با حاکمان زمان هست. بله، در اهل تسنن حاکم زمان انتخابی است. بله، بعد از مرگ یک خلیفه، بله، مردم باید با فرد دیگری بیعت کنند و اون رو به خلافت انتخاب بکنند. بله، در حالی که در اهل تشیع موروثی است. بله بله بله، همینجوره، ادامه پیدا میکنه در یعنی مسئله خونی و نسبی بودن ماجرا. بله بله، ماجرای اصلی. بله بله، چرا چنین است؟ ببینید عرض میکنم خدمت شما که عرب مردمی بودند بیابان، در بیابان ها مردمی که قبیله هستن یک نوع احوال دموکراسی قبیله‌ای به طور طبیعی حاکمه. یعنی ما میخوایم از اینجا حرکت کنیم به اونجا، یک رئیسی انتخاب میکنیم دیگه، نه یا میگیم آقا ما خود این یک نوع حالت جمهوری داره. در واقع عرب این رو میفهمیدن، به همین جهت هم هست که وقتی که رسول فوت شدن در اون سقیفه جمع شدن و بیعت کردن با ابوبکر. بله، شیعه این رو یه گناه کبیره میداند، فحشه، ناسبی. یعنی ناسبی یعنی ای کسی که معتقدی به نسب امام از طریق رای گیری. یعنی در واقع این آخوندهای محترم شیعه که مملکت ما اومدن 32-33 ساله کاری در راه دموکراسی مملکت نکردن و تمام انتخاباتشون هم تقلبی بوده، هنوز در فکر لغو انتخابات ابوبکر هستن. یعنی اگر یه انتخابات درست حسابی در تاریخ عرب شده همین انتخاب ابوبکر بوده، چون بزرگان اسلام آمدن اونجا به این شیخ بزرگ رأی دادن. بله، اما اینها میگن چنین نیست، امامت حتی یه مرد بزرگی مثل حاجی نصیرالدین طوسی بدین چاله افتاده که میگوید در یک منشآتش که خداوند تبارک و تعالی، ببینید استدلال این مرد بزرگ که آخرین عاقلای ایران زمین و آخرین عاقل بزرگ اسلام خواجه نصیره، اما وقتی که میخواد در با از تشیع دفاع کنه چون چیزی در دستش نیست به مغلطه میفته بیچاره. خب میگوید که چون خداوند تبارک و تعالی رأیش باید در زمین جاری باشه، حتما یک امامی رو در زمین داره، ما باید بگنه پیداش کنه. و چون مردم از سوی دیگر چون مردم بدعمل هستن و گرایش به بدی و جرم و جنایت و گناه دارن، یک امامی دائم بایستی باشد که اونها رو راهنمایی بکنن. خیلی خوب، اینها آمدن و گفتن امام بایستی که منصوص علیه باشه. اهل تشیع میگه که ما حق نداریم وکالت عامه رو خودمون بدیم دست یک کسی. حتی بحث مشروع خواهان در مشروطم همین بود که آقا چه معنی داره؟ اصلا قانون نویسی گناهه، انتخابات چیز گناهیه، باید منصوص علیه باشد، یعنی مطابق نص جلی و یا نص خفی این امام از سوی خدا یا پیغمبری کسی برگزیده شده باشه یا امامی دیگر. کما اینکه در باب حضرت علی گفتن که این حضرت با نص جلی که همون دروغ بزرگ قدیر خمه که در ایران جشن میگیرن و اینها و نسل خفی که ما نمیدانیم ولی بوده و علم لدنی یاد علی داده و علی هم به بچه هاش یاد داده و بنابراین این بایستی موروث باشه، معصوم باشه، از تبار معصوم. یعنی معصوم یعنی کسی که هیچ گونه معصیتی انجام نداشته باشه، در حالی که خود پیغمبر هم ادعای عصمت نکرد هیچ موقع. توجه میکنید؟ و ایرانیان به جهت این که پادشاهی رو میشناختن، حکومت موروث رو میشناختن و دوست داشتن
و ما میبینیم در روزگار ساسانیان یک آدم بزرگی مثل بهرام چوبین پیدا شده، پشتیبانیش نکردن و گفتن ما از نطفه مقدس میخواییم. این داستان نطفه مقدس هر سبب که ایرانی ها بیشتر درش دخالت کرده داشت. بله، پسر فلانی توجه میکنید، حتی امام جعفر صادق پسری دارد به نام اسماعیل. ببخشید. بله بله. در مورد این نطفه مقدس یه مقدار توضیح بیشتر. نطفه مقدس عرض میکنم یعنی این که یک پادشاهی میاد حکومت موروث رو بنیاد میکنه، بعد از او پسرش اعقابش تا برسه به عرض کنم 300 400 500 سال از یک نژاد. ایرانی ها عادت کرده بودن و اینو وارد اسلام کردن، این رو تقویت کردن. بله دیگه، تقویت چگونه است که فقط در دنیای امروز فقط یک کشور شیعه بیشتر نیست، اینم ایران. خب هیچ کشور شیعه نیست در جهان. بنابراین این که این نطفه مقدس کار بیشتر ایرانی ها بوده، از خاندان نوبختی شروع شده و ادامه پیدا کرده. بزرگترین فقهای شیعه ایرانی هستن، بزرگترین متکلمان ایرانیان بودن. این است که عرض می شود که حتی وقتی قاجارها آمدند اونقدر مردم علاقه به نطفه مقدس صفوی داشتند که نمی پذیرفتن قاجارها رو. اینا آمدن به تقلب گفتن که قاجار صفوی تا مردم پذیرای اینا شدن. متوجه ارزم هستین؟ آها، اینه که این نطفه مقدس که از نژاد علی باید باشد و اینها ادامه پیدا بکند و پیدا کرده. این عرض می کردم امام جعفر صادق پسری داره برام اسماعیل که قرار بود جانشینش بشه، چون فاسد و فاجر بوده و امام بهش گفته است ای فاسق فاجر تو باعث پدرش. بله، امام جعفر پسرش میگه تو کردی فلان کار رو، تو باعث مرگ فلان شدی. و موسای کاظم رو به جای خودش مینشاند. کیا گفتن؟ نه، اسماعیلیان گفتن نه، نژاد معصوم نمیتواند گناه بکند. بنابراین اصلا هر کاری که اسماعیل کرده این ثواب بوده، چون از نطفه مقدس بوده. ببینید اصلا جایی برای عقل باقی نمیمونه آقای فروزنده، یعنی کاملا به سیم زدن و بیعقلی کردن دیوانگی. و بعد اینا این جنون ایرانی ها داشتن، این جنون فقرا و بیسوادا بوده، کار بیسوادا بوده. حالا به شما عرض میکنم که بعد که میرسه به امامی که هرگز نبود و فرزندی هرگز نداشت، امام عسکری، گفتن خیلی خوب حالا که رشتش منقطع شده رفته ته چاه. حالا شما فکرشو بکنید. و بعد در مملکت ما چرا چاه رو انتخاب کرده؟ خوب سوالی کردین. ببینید در آیین زرتشت آخرین سوشیانس که پیدا میشه دنیا نجات میده، از دریا میاد بیرون، از دریاچه. این هم در واقع ما کتاب ها داریم که اهل تسنن در رد اهل تشیع نوشتن، مثل فضائح الروافض. میگوید که این شیعه‌گری همان گبرکی‌گری است که از گریبان رفت سر به در آورده و یکی یکی مطابقت میده مبانی عقیدتی تشیع رو با زرتشتی‌گری، یعنی ایران و ایران باستان. این است که اینها اومدن دیدن در اون بیابان‌ها که دریاچه نیست، گفتن به چاه دیگه، به هر صورت یه کپی برداری از دریاچه است. اگه ما بخوایم ریشه‌اش رو در اونجا پیدا کنیم، اینه که میگه رفته به درچا. خب حالا این چیز مضحک و خنده آور در مملکت ما ایران زمین شده از قانون اساسی و این آخوندها بایستی به مملکت ما حکومت بکنن و جنایت بکنن تا اون امام ظهور کنه. حالا برو پیدا کن پرتغال فروش را آقای فروش از تایچا بیاد. تایچا بیاد، اینا بایستی کلید این حکومت رو بدن دست اون از تحچابی رو. من نمیدونم این اطلاع من درسته یا غلط جناب مشیری، که به علت این که سر جاه چمکران خیلی شلوغ هست و در واقع حضرت امام نمیتونند که مراسلات مردم رو با سرعت کافی انجام بدن، یه چاه دوم هم دارن میزنن. بله بله، نقبض. بله بله بله، که در اون چاه هم به طب با ارتباطی که از اون زیر هست حضرت امام میتونن نامه ها رو میدونید که کاملا ارتباط های پستی و الکترونیک هست. بله حتی نامه میدازن. من شنیدم بعضی کسان که اموالشون رو گرفتن و اومدن به آمریکا، خانوماشون حالا خودشون کشته شدن، نام میرن و نامه رو میدازن، بلا فاصله پاسخ میاد. نه خیر، یک گردن کلوفتی از این تحریش ها و اینا میاد، میگه که نامت امام زمان رسید و امام زمان گفت ببینیم چی داری، سند مندت کجاست از این حرفا. یه پولی از این خانم میگیره، مثلا اگر
زمین این خانم که موروث هست 10 میلیون دلار میارزه، یه چیز حدود 500 600 هزار دلار آخر کار بهش میدن و از مملکت هم بیرونش میکنن. اون نماینده امام زمان خب لااقل 500 هزار دلار دستشو میگیره دیگه. خب بالاخره خرج امام زیاده. خرج امام بله خب بله از جدیدتر خرج بیشتر بله. جان مشیری من سعی میکنم امروز خیلی آدم سربراهی باشم، ولی توضیحات شما گاهی اوقات ما رو به جاهایی میبره که خب بله دیگه خطر ایجاد میکنه. بله خطر بزنه اشکال نداره، ما گذشته. خب جان مشیری این نکته بسیار اساسی اینجا مطرحه. ببینید شما خودتون اشاره کردید که یه جامعه‌ای بوده که ابوبکر انتخاب کرده، پیر دیر بوده، قابل مورد احترام بوده و بعد عمر رو به هر حال یه شخصیت متفکر استراتژیست در اسلام. بله بعد درود بر شما خیلی خوب گفتید. بعد عثمان میاد در این جامعه یه دفعه پیروان علی تحت عنوان شیعیان علی رشد میکنن. دلیل این که اینا تونستن رشد بکنن و این همه خرافه رو بر دامن اسلام اضافه بکنن اصولا چی بوده؟ خب ببینید علی بر کار نبود، بیچاره کنار ایستاده بود، فرزندانش هم همه ناکام بودن، اینا فقط کشته میشدن، یا اینا دست به شمشیر میکردن کشتنشون، یا یکی میگرفتن زندانشون میکردن. اینا هیچ موقع به خلافت نرسیدن، همه سخن از ناله و گریه و زاری ناکامی این هاست داستان ها. و عرض کردم اون قشری که به این تشیع میگرایید آدم های فاضل دانشمند ثروتمند هیچ موقع نبودن، به خصوص ابتدای کار. اون قشر بیچاره و فقیر و اسیر و بیسواد و اینا گرایش داشتن، آدم هایی هم که برای اینا حرف میزدن از همین گروه بودن. ما مؤلف شیعه نداریم در ابتدا، خیلی خیلی اندک هستن، یعنی اون چه کردن اهل تسنن کردن. ما یک مورخ داریم که شیعه است، عرض کنم که آقای یعقوبی، بقیه مورخان همه مورخان سنی هستن. این است که چون پایه و مایه نداد، چاره جز دروغ و جفن گفتن براشون باقی نمیمون. این که میگوین اینا ابداع کردن در دین و دین رو خراب کردن، درست میگوین اهل تسنن. مثلا فرض فرمایید که در نماز، خب این اشهد ان علی ان ولی الله یک چیز کفریست آقا، چون مبتکر نماز محمد بوده، بلال حبشی نمازخوانش بوده، از اون گوش بوده، این داستان اینا همه رو ابداع کردن و اضافه کردن. یک عده‌ای بودن که همیشه خریدار داشتن، تا ما میرسیم به روزگار صفویان. تا روزگار صفویان هم مردم ما شیعه نبودن آقای فروزنده، اقلیتی بودن در خراسان به خصوص سبزوار و قم و کاشان و شمال شیراز. بعد در واقع یک جریانات سیاسی جدیدی که حاکم بود بر این سرزمین که نامش هم گم شده بود، سبب شد که این تشیع رو دوباره به خاطر جریانات سیاسی بر مملکت حاکم بکنن و به ضرب شمشیر و شکم پاره کردن و کشتن. قبل از اینکه به این دوران برسیم، مختار ثقفی کی بوده؟ ببینید اینه یک تاریخ در همیست، برمیگرده به اون روزگار. حالا به شما عرض می‌کنم مختار ثقفی کی بوده. آخه نمیشه تاریخ تشیع رو ببینیم بدون اینکه. بله نخیر، درود بر شما، زنده باشید. ببینید ما میاییم علی رو در نظر میگیریم، علی جنگ کرده، شکست خورده، رفته، حسن آمده، حسن ابن علی باش بیعت کردن، آمده به مدائن در قصر ابیاس پیغام داده به معاویه، صلح کرده، یک پول گزاف گرفته و شرایطی که می‌خواسته بارها گفتیم گرفته و معاویه اینم چیز شده. بعد حسن رو داریم، حسین رو داریم، حسین هم آمده و کشته شده. در این راستا زید ابن علی ابن حسین رو داریم، یعنی زید پسر امام چهارم علی ابن حسین. بعد یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین رو داریم که اینا یکی یکی میمدن و کشته میشدن و میرفتن دنبال کارشون. بسیار خوب، تنی چند از اولاد علی از سیاست کنار کشیدن و جان به در بردن، یکیش امام جعفر صادق، یکیش هم محمد حنفیه. بله حکومت اموی بعد از یزید به معاویه دوم رسیده، معاویه دوم 40 روز حکومت کرده و کنار رفته و بعدش مروان حکم رو آوردن. این مروان حکم بسیار مرد مهیل سیاستگری بود که در ماجرای عثمان
پیشکار عثمان بود در یوم الدار که جنگ خانزون، یک شمشیرم به گردنش خورد، گردنشم کج بود، آمد خلیفه شد. اینجا یک جنگ داخلی در گرفته بین عرب در زمان مروان، در زمان مروان، بله درود، در همون مقطع. و اگر ما یک لیدر نظامی درستی داشتیم همون روزگار اینا رو بیرون کرده بودیم از مملکت، ولی متاسفانه چنین نشد. به مروان فرد شقی هم بوده به فوق العاده. خب به هر صورتی که بله هر کی وارد کار سیاست شد شقی هم باید باشه دیگه، به زور، حکومت زور. ما اونجا عبدالله ابن زبیر رو داریم که رفته و کعبه رو گرفته، مروان رو داریم در اینجا و امام محمد حنفیه رو داریم، مختار ابو عبید ثقفی پیدا شده. اینا یک بازی قدرتی بوده که این گروه با همدیگه جنگ میکردن. مختار پیدا شده به عنوان خونخواهی حسین، ولی قدرت رو برای خودش میخواسته، اما پایگاه شرعی نداشته. چند نامه جعل کرده از امام محمد حنفیه و بعد خیلی داستان شگفت‌انگیز است واقعا در روزگار. این است که دو سوم سپاهیانش هم ایرانی بودن، همین مختار، همین موالی ایران بودن و این نوکرهایی که از ایران گرفته بودن بیچاره ها رو رفته بودن که خونخواهی بکنن. و بعد ما جنگ مختار رو داریم با مصعب ابن زبیر. مصعب زبیر چند پسر مشهور داره، یکیش مصعبه، یکیش عبدالله است. وقتی رویارو شدن مختار شکست میخوره و قبل از اینکه شکست بخوره، اجازه بدین عرض کنم که برای خودش دست و پای قدرت میکرد. محمد حنفیه نامه مینویسه که تو به نام خونخواهی حسین آمدی، قاتلان حسین هستن. اینه که میره ابن سعد رو میگیره میکشه، شمر میگیره میکشه، چند نفری که چیز بودن میکشه، ولی نهایتاً جستجوگر قدرت برای خودش بود. ما ایرانیان مختار بله، یک آدم مهیلی بود، بسیار مرد شجاعی بود، ولی در این بازی قدرت جستجوگر قدرت برای خودش بود، نه اینکه دنبال خونخواهی حسین باشه. مجبور شد که این کار رو انجام بده. بعد شکست می‌خوره از مصعب بن زبیر. اینا 6000 نفر بودن، پناهنده شدن به یه قلعه، گفتن تسلیم بشوید. مختار گفت من تسلیم نمیشم، شما هم تسلیم نشید، مردانه جنگ میکنیم کشته میشیم. این برادران ایرانی ما که حالا تسلیم علی خامنه ای هستن، گفتن آقا ما تسلیم میشیم، ما رو میبخشه و اینا تسلیم شدن، آمدن سر همه رو بریدن. در واقع داستانش مفصله و بعد مختارم کشتن. البته به پایان وقت برنامه رسیدیم آقای مشیری، ولی هنوز خیلی چیزها وجود داره که در موردش صحبت نکردیم. نمی‌شود گفت ما در مورد تاریخ تشیع صحبت بکنیم مگر اینکه زندگی این 12 امام رو، دورانهاشو بررسی کنیم و ویژگی‌هایی که هر دوران داشته، و بعد از اون در پایان این من فکر می‌کنم باید بیایم به دورانی که تشیع در ایران سربلند می‌کنه. بله، در دوران صفویه، بله، حکومت بویژه کشتار عظیم شاه اسماعیل صفوی. بدون تردید اگر این بررسی ها رو نکنیم، این بررسی تاریخ تشیع ما در واقع کافی و درست نیست. پس بنابراین شما باز هم مهمان برنامه خواهید بود، با هم صحبت میکنیم. سپاسگزارم. شما خیلی ممنونم. سپاسگزارم از هموطنان که توجه فرمودید. گیرندگان ارجمند، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگارتون به کام باد. مطمئن هستم که این روشنگری ها به ویژه از سوی افرادی مثل بهرام مشیری که بر مبنای مطالعات طولانی تاریخی بهش رسیدند، امروز در اقصا نقاط ایران نفوذ کرده. امروز در ایران به بهرام مشیری به عنوان یک ناجی نگاه نمی کند، خوشبختانه. به عنوان یک رهبر سیاسی نگاه نمی کنند، خوشبختانه. از او به عنوان یک کسی که بر نقاط تاریک تاریخ ما پرتوی افکنده و در تلاشی خالصانه سعی می کنه اون رو روشن بکنه نگاه می کنند. هر جا که هستی بدانید که روزگار نهایتاً به کام مردم ایران خواهد بود.